الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ترجمه: و قطعا شما را می آزماییم و چیزی از قبیل ترس، گرسنگی و کاهش در اموال و جانها و محصولات و مجدد شکیبایان را. آن کسانی را که چون مصیبتی به آنان برسد می گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم. بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان باد و راه یافتگان هم خود ایشانند. صدق الله مولا العظیم. بیننده های عزیز، مادران، پدران، خواهران، برادران، جوانان، نوجوانان و اطفال نازنین دختر و پسر در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان غمزده که من میبینین، صمیمانه خدمت شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض میکنم. امیدوار هستم از نعمت صحت و سلامتی کامل جسمی و روحی برخوردار و در امورات زندگی خود موفق و کامگار باشین. خوشحال هستم که از طریق 94مین برنامه اسلام زن و زندگی مهمان خانه های شما گرامی های عزادار هستم. خداوند روح جان باختگان راه علم و معرفت و آموزش شاد داشته باشه و جنات النعیم نصیبشان بگردانه. هفته های خونینی را هموطنان عزیز ما و شما سپری میکنیم. در افغانستان عزیز ما، در کابل غمزده ما، در کابل عزیز ما که ماتم کده بیش نیست. هفته پیشتر در مسجد وزیر اکبر خان و این هفته در کورس کانکور، آموزش کانکور کاج در منطقه دشتپرچی شهر کابل انفجار انتحاری صورت میگیره که منتج به شهادت بیشتر از ده ها تن از اطفال و جوانان و نوجوانان عزیز ما میشه. به گفته وزارت، سرپرست وزارت داخله، اونا میگن که تقریبا 23 نفر شهید شدن و 35 تن دیگه زخمی و شاید تعدادش از این به مراتب بیشتر هم باشه. چنانچه در هفته پیشتر در مسجد وزیر اکبر خانم ده ها زخمی و چندین شهید ما داشتیم. عزیزای گرامی، میخواییم صحبت بکنم. بغض گلوی من فشرده، صحبت کردن نمیتونم. شب نتونستیم به درستی بخوابم. رنج ما و شما مشترک است. هموطنای عزیز ما، جوانای پروردگان علم و معرفت ما، علم دین و علم دنیا هر دویش فریضه است. متاسفانه امروز دشمنای اسلام و دشمنای علم و آموزش و به حساب معرفت در صدد ازی هستند که نسلهای ما را از نعمت علم و معرفت بی بهره بسازن تا اینا آدمایی باشن که در آینده مثل اجیر، مثل نوکر در استخدام بیگانه ها باشن، از خود اندیشه و تفکر نداشته باشن. حرفا و رنج ها زیاد است. در این برنامه مهمان بسیار عزیز و گرامی دارم، یکی از شخصیت های نخبه و شناخته شده که خدمتگار جامعه افغانستان هستند. من افتخار دارم که
دکتر صاحب جمشید رسا، یکی از خدمتگاران صدیق وطنه، با خود در برنامه باز هم مهمان دارم. برای جنابشان در برنامه اسلام زن زندگی خوش آمدید میگم. در شروع پروگرام میخوایم که اگر سلامی و کلامی بر بیننده های عزیز دارن بفرماین، و بعد از او باز ما صحبت های خود شروع میکنیم که عرض تسلیتم به جناب دکتر صاحب دارم که در ات روز حساب ما صحبت میکنیم که حساب برای ما روز است، برای شما شب است که در اونجا اعضای ملی است. امروز جوانای ما که تشنه معرفت بودن و در کورس به خاطر آموزش رفته بودن شهید شدن، و شما یکی از استادای او کورس بودین. اول بر شما عرض تسلیت دارم، بفرمایید دکتر سید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام احترام تقدیم میکنم خدمت شما و بیننده. با مقابل خداوند لله و انا الیه راجعون. 23-5 عدد نیست، انسان است. این شاگردا 2 سال تمام از منتظر کنکور درس میخوانند. درسای کنکور بسیار جنجالی است. به خاطر شما در یک دوره کنکور 50 دفعه یک مضمون میخوانی، نرفته از اینا امتحان میگیریم. درس است، تاریخ بخوان، جغرافیا را بخوان، یک پروسی مشکل است. من به خدا کنکور وقتی یاد میای دلم میسوزه برام. کسایی که درس کنکور میخوانند بسیار درس جنجالی است. و ای 10 روز بعد امتحانشان بود و 10 روز بعد امتحانشان بود. این روزایی است که اینا آخرین دفعه میخواین امتحان بتن، آماده شون برن امتحان کنکور خود سپری کنن. و او کسایی که در اوسون درس میخوانن اونا از هر کس دیگه که در مجبوریت زیاد دارن. ما مثلا موقعیت های مختلف در شهر کابل برای درس داریم. مثلا کارتی 4 از شاگرد هایی است که دینمی خود همینجا زندگی میکنن. از خانه میان، نانشان، شکمشان سیر است، همه چیز دارن. بعضی وقت میان نمیان، خوی قضیات برشان مهم نیست. در این تفکر است اگه کنکور ما نشد پانتون شخصی امکانات دارم میخوانم. ولی او دختر و بچه هایی که در دشت برچی درس میخوانن، اینا از مناطق بسیار محروم افغانستان هستن. پدرشان دهقان است و نان دهقانی را کسایی که در وطن هست میفهمن. او زمینی که دارن، او هم او یک سال نان گندم و جواری هم کسی داده نمیتونه. ولی او پدر با او مجبوری اولاد خود روان میکنه که تو بر درس بخوان. دختر و بچه خود، دخترها میان اتاق میگیرن، دختر اتاق میگیرن، مسافرت قبول میکنه. و در این اتاق برای فیس کورس مانه 5-6 هزار مصرف کن، کالای تبشو، اینان تا تیار کن. اینی مجبوریت ها را تحمل میکنن. بگه منتظر امتحان خود بودن، متاسفانه خداوند بهشت بر این نصیبشان کنه. متاسفانه بعضی وقت مرگ انسان هم تنها نیست، مرگ پروسه ها می باشد. دیگه مثلا دل شیر داشته باشه کس بره بسون بشینه درس بخونه، و یا اصلا وقتی وظیفه نمی باشه هر چیز به یک امیدی میشه. مثلا زیاد شاگردا که درس میخوانن، مثلا همین شاگردا فامیل خود میبینه پدر بی سواد میباشه، سختی های زندگی است، محرومیت و مجبوریت است. خب میگه میخوانم برو یک وظیفه گگ میگیرم. اول خوب وظیفه دیگه نبود، انگیزه از بین رفته. بعدش وقتی فشار ها وارد میشه دیگه شما یعنی فاتیه های درس میخوانین، فاتیه انسان نمیخوانین. ما فامیلا امروز جنازه از دخترکایی را که برای درس دوباره سر بوتر جنازه شان بسته کرده بودن می بردن. پدر مادری که منتظر کامیابی اولادش از اونها هفته زنگ می زنن از اولاد پرسان نه بچیم چقدر درس خوندی، چون مصرف کرده و پدر مادر و کل زندگی خود سر از اینا مصرف کرده. و پس جنازه از او را برش می برن. ولی خداوند، از خدا می خواهیم این مردم دیگه تمام نمانده به خدا در این کشور. خدا رحم کند، دعا کنیم، بخوانیم. من یک چیزایی میگم در این سیمینار های مرا وطن ها میگه دیوانه شده، سر هر کس حمله میکند، بعد میگه تا غیبت میکنه. شاید ممتادل روانی خود شاید از دست داده باشم. من کتمی آلت های کمی افغان های ما در خارج از کشور از دمی وقتا زیاد به ما گپ میذارم سرشان بد میخورم. متاسفانه خواهر گلم شما یک چیزی برتون بگویم، در این روزا در ایران مشکل پیدا شده. بله، هنرمندای کینا در اونجا میخواستن کنسرت بگیرن، کنسرت های خود لغو کردن.
یا پروسی کانسرت تغییر دادن، گفته ایست که با کانسرت ثبت نام کرده بودین، ولی بین این رمایش سخنرانی میگیریم به خاطر وطن خود گپ میزنیم. ولی از ما متاسفانه در این شرایط بد، ما یک سال شد ما بعضی وقت بعضی هنرمندار موسیقیشان خوش دارم، ولی یک سال شده هر چی کردیم برای 5 دقیقه نتونستیم بشنوم دیگه، نیست امو احساس نیست. اما متاسفانه هم وطنهای ما بار چی شده مچه ما او هم وطن بودن اتحاد اینا رو دیگه از دست داریم. مست کنسرت هستن، من مخالف موسیقی نیستم، ولی این شرایط به نظر من یعنی ما دیگه هیچ احساس نداریم. راست میگه قهرمانای از این وطن تغییر کرده خواهر گلم. خب ما امروز بحث ما در سیمینار داشتیم در مورد ثروت صحبت بود. یکی ثروت ملی است، ارزش هاست که شما جایگاه ها رو بفهمین. متاسفانه در این وطن قهرمان امروز کسی است که بدن خودش شور داده بتانه. یکی لونگی سمت خودم میبره سر از اون میمانه، یکی پکول سمت خودم میبره، یکی جیلک خودم میبره که تو چقدر بدن تا شور داده میتونی. بس میگین دیگه یعنی آدم واقعا ناامید میشه. نیست یک اس همبستگی، نیست این درد به تنهایی این دوا نمیشه، این درد مشترک است. ما از او افغان ها انوز اگر متوجه نشدن خواهش میکنم کنسر تا بس کنن. به کدام مثلا به کدام امیدی میتونن ان بله. و این شرایط سختی است که برای هر کدام ما هموطن ما نیاز داره. او پدری کالی در بامیان دایکندی جنازه دخترش هم میبرن، یا در گوشی افغانستان، در گوشی افغانستان ایران باید بگویم که هرچند بعضی ها رو شاید خفه بسازه، ولی باید بگویم که بیاینی گفه نگویم که مثلا بزد ازاره سی پروسه یا بزد تاجک است یا بزد افغان است. این نیست، این پروسه بزد انسانیت است، بزد علم است. این تفرقه را نندازیم. امروزه برادرهای پشتو زبان ما هم رنج میکشن. بس بگن تفهی میگن که موریز کورست ازم اول می واخله که زمروم دما کتابونه برا طول که کلگی داغدار از قلب همگی پاره است. او گب نیست ایجا، او گب نیست. شاید نمی فهمم، فقط بر ما خود ما دو سن دو سال زیاد درس دادیم. در این اواخر یک سال دو سال می شود طرف درس نداشتم بنابر مصروفیت، ولی کل ما و شما اونا مثل اولاد ما هستن، مثل خواهر برادر ما هستن. این درد به هیچ عنوان درد یک انسان نیست، درد یک منطقه نیست، درد هر افغان است، هر کسی که به این وطن باورمند است، درد هر مسلمان است. ما هیچ دیگه گفتن نمیتونیم، فقط عرض تسلیت. ما من کی تسلیت بگیم؟ برای خود تسلیت میگیم. این درد کل ما است، هیچ کل ما در غم شریک هستیم. اما تو که شما اشاره کردین ایره، لطفا از هموطنهای خود خواهش میکنم به قوم نسازن موضوع را. ما افغانا سعیز 4 تا سیاست مدار هر مشکل و گپی که دارند، ولی دیگر ها خواهر و برادر هستن. ایتی یک تفکر ایجاد نکنیم. دکتر سنت صاحب متاسف هستم که شما را جگرخون ساختم و میفهم که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن. چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاهد که نامت نهند آدمی. و کسایی را که شما میگین که نظام در فکر کنسرت هستن، اونا وجدانشان مرده، وجدان ندارن. معیار آخرین نهایی حساب هدفشان همی بوده که در یک کشور حساب مرفه بیاین و اینمی گول زندگیشان بوده، آل حساب جشن میگیرن، غربت خود بی هویتی خود جشن میگیرن و میرقصن. در این حالت است که ملت ما امروز در خون غرق است. امروز از هر طرف آدم انفجار داره. فکر میکردیم که اگر این گروه حساب که همیشه در 20 سال موانع در راه حساب آبادی وطن ایجاد کرده بود، اینا سر قدرت برسن دیگه امنیت میه. مگر ما میبینیم که امنیت سراب است. امروز هنوز هم که هنوز است، چی برادر هزاره ما، چی برادر پشتون ما، چی برادر تاجک ما. بسیار شما در هفته پیشتر در مسجد وزیر اکبر خان شد، بارهای بار در منطقه خیرخانه انفجار شد، در خانقا
اینا چی اینا کلشون در مابین از اونها پشتون ها هم هستن، در مابین از اونها تاجیک ها هم هستن، در مابین از اونها از دیگه اقوام هم هستن. او کسایی که این مسئله را میپردن و عاجل که اول خودشان میگه امی وجن او وجنی پخپلا هم پا ما بانده جراو که وجل هستی جرال هستی، ای چی هست؟ از یک طرف دستور میدن، انتحاری روان میکنن، دانش حساب جلوش میگیرن، معرفت جلوش میگیرن، معنویت و تصوف جلوش میگیرن، از طرف دیگه بازدستی تقبیح میکنن. از این الفاظ میانتوهی تقبیح چی فایده داره؟ چی درد داره در 20 سال گذشته دوا کرد که از این باد دوا کنه؟ ملت امروز حساب کارت و استخوانش چی که از استخوانش هم تیر شده دیگه، تا چی وقت ما کشته بتیم؟ مردم راضی شدن به اینکه خیر از همین انتحاری ها سر قدرت بین. خب مگر امنیت در افغانستان بیه؟ هنوز هم امنیت نامده، ملت همش مظلوم و اسیر است، اسیر حساب ظلم و استبداد. خداوند شما را حفظ بکنه جناب دکتر صاحب. من افتخار میکنم، شکر میکشم که حداقل ستاره های مثل شما در افغانستان میدرخشن، در این ظلمات و تاریکی ها میدرخشن. من تصمیم داشتم این برنامه، اگر به یادتان باشه، ما شما در ماه اپریل امسال، اول اپریل بود که مکاتب قرار بود که باید باز شود، که متاسفانه وزارت یا تعلیم تربیه دخترکایی را که مکتب رفته بودن کلشان پس دوباره جواب گفت و دروازه مکاتب برای دخترای ما بسته شد و حال امتحانای چهارنیما هم تیر شد. نزدیک به حساب فکر میکنم که سال تعلیمی نیمش تیر شد، نیم دیگهش مانده، یعنی این سال هم اینا عبث تیر کردن. و من میخواستم که ما شما سر از او پروژه که شما کار کرده بودین سر از او گپ بزنیم. اگر اجازه شما باشه من یک کلیپ بسیار مختصر از صحبتای شما در اون وقت که برنامه داشتین امورا میگذارم، شما می گیلاس او بگیرین و حساب انشالله باز سر از این مسئله گپ میزنیم. دردهای ما زیاد است، دردهای همه ما مشترک است. ما باید حساب زنده باشیم، شما باید زنده باشیم که این صداها خاموش نشود. و این هدف استعمار است، هدف استعمار نو همی است که صداهایی را که به خاطر حقیقت خواهی و عدالت خواهی بلند میشه اونا را خاموش بسازه و ملت همش مثل گوسفند در چراگاه بچرانه و از اونا از گوشت و پوستشان استفاده کنه. شما آبتنه بگیرین، من این کلیپ میگذارم و بعد از او صحبت میکنیم. تشکر دکتر سکندر. فعلا پیشنهاد من از دوستای نازنینم که ما در قدم اول درس را بر شاگردا به شکل فلش آماده بسازیم. چرا؟ در کابل اول برتان میگم تقریبا 90% فامیلا تلویزیون دارن در کابل و در شهرهای بزرگ هم مردم تلویزیون دارن و خوشبختانه امروز تلویزیون از این تلویزیون های فلت دارن مردم، از اون تلویزیون های سابقی که دوران ما بود از سیاه و سفیده و تلویزیون های کلان نیست، تلویزیون های خرد دارن نازکا و این تلویزیون های نازک کلشون جای فلش داره که اگه شما فلش ها بندازین هم درس میتونین تعقیب کنین. بنان در قدم اول نظر ما ایست که فلش آماده شود، درس ها در فلش انداخته شود. یک قسمت از ایره من به تنهای خودم چرخه را چرخانده میتونم ولی محدود میمانه، چون من چند سال خمیشه کار میکنم ولی در حدود چند نفر باقی میمانه. کار کلان کار داره که عمومی شوه در وطن ما. در قدم اول مثلا من اعلان میکنم برای دوستای خود، این از این روزا دوستا میتونن کسایی که درس نیاز دارن یک اپ مرا میتونن عملیس ما بعضی مواد را آماده ساختیم. فرض مثال ما یک مضمون آماده میکنیم یا مثلا کیمیا را یا ریاضی را یا مثلثات یک چیزی را دفلش مندازیم، نه دفلش نمندازیم، آماده میکنیم، اعلان میکنیم، میگم هر کسی درس نیاز داره فلش بیاره کت خود، مثلا یک فلش 32 جی بی بیاره. ما درس برشان مندازیم در مقابل 100 افغانی. این درسی را که ما بر از اینا در مقابل 100 افغانی مندازیم، اگه اینا در کورس میخوندن 4-5 هزار افغانی شان مصرف میشد، هم فیس کورس هم رفت آمد، و اگر 2-3 نفر از یک فامیل می بود همین پول ضرب 2-3. ولی حالی به 100 افغانی اینا این درس بار بار میتونن ببینن و کل اعضای خانواده ببینن و حتی برای همسایه و دیگران کمک. ولی را در محدود 200 افغانی نمیمونیم. یک کسی میگه من 200 افغانی کمک میکنم، یکی 500، یکی 1000، یکی بچه آجیز 10000 از آجیز صاحب گرفته آورده و این پول من نمیگیرم، این پول ذخیره میکنیم. در قدم دوم برای کسایی که تلویزیون دارن اما امکانات اقتصادی برای یک فلش نداره، اول خواهش میست که در این تقلب نکنیم،
اگر امکانات داریم ایتو نکنیم که نیه مثل خیر و طورا بر من مفبتی نیه بانیم که بر مستقتر خوبتر کمک شود. بنان در قدم دوم از این پولی که جمع کردیم از مصرف از خرید از این فلش ها این پول فلش خریداری میکنیم برای کسایی که تلویزیون دارن اما فلش ندارن این استفاده کنن و اگر این پول بیشتر شود تا برای کسایی که یک تلویزیون هم ندارن یا یک کمتر هر کدام ارزان بود مستعمل امروزه در بازار است و در کابل خوشبختانه این چیزا ارزان شده در این تغییرات وسایل الکترونیکی بسیار ارزان شده بنان میتونیم یک تلویزیون خرد خریداری کنیم که فلش برشان بتیم که نمی درس در خانه تعقیب کنیم خود دکتر صاحب این برق از کجا میشه خوشبختانه دمی وقتا برق خوب شده هر شب برق است از طرف روزم بزن برق می باشه من نمیگم کار ما کل مشکل حل میکنه یک مدیریت کار است که بیشترین استفاده از کمترین امکانات ما دم تو وضعیت هستیم چی کرده میتونیم بنان یک تلویزیون و فلش برش آماده شوه یک کامپیوتر برش آماده شوه که استفاده کنه خب جناب دکتر صاحب امیدوار هستم که صحبتای شما را ما شنیدیم قدم به قدم شما پلانایتان را تشریح کردین میخوایم بفهمم که چقدر در کارهایتان در این قدمهایی که شما گذاشتین چقدر موفق بودین و چقدر همکاری از طرف به حساب بیننده های ما یا هموطن های ما شما دریافت کردیم بله ما اول باید همی موضوع پیشتر کمک روشنی بندازم ما هر جای انسان است در هر قسمت از کره زمین دوست داریم و خدا آرزو نداریم در پای کسی خال بخاله باز افغان ما نور چشم ماست هموطن ماست توتی جگر ماست مسلمان ماست دوستش داریم هر جای آرام باشن وقتی بعضی وقت ما مثلا میگم که فرض مثال وقت کرکت و فوتبال و کنسرت نیست به خاطر ضرورت امی فعلا میگم متاسفانه ما بر یک کرکتر یک چوب توپ کت چوب میزنه هر توپی که میزنه یک لک افغانی آید میتیم در ریاست جمهوری دعوتش میکنیم مهمانی میتیم او را قهرمان میگم کس کنسرت میکنه از او بتر ببینین خواهش ما عالی هم دیر نشده شاید بعضی هموطنهای ما متوجه اساسیت موضوع نمیشه ما همی یک تعداد افغانهای ما در این تحولات رفتن بیرون که ما فرض مثال روشن فکر استیم یا اهل رسانه استیم یا جان ما در خطر است ما فکرم به این بود که اینا به خیر خارج برن بله. اینا روشن فکرهای ماست چی فکرهای خوبی اونجا خواد کردن به خیر که دخترها در سایشان چطور میشه حتی بچه ها که در سایشان خوب نبود با سازمان ها چطور نظر از اونا را جلب میکنن پروسه معرف کمک میکنن از اونجا چقدر سارا به خیر نشر میکنن اما متاسفانه به مجردی که رفتن همگی درگیر بیهودگی شدن خواهر گلم ببینین اول خو ما امی هر کسی که در این کشور حاکم است و خود مسلمان میدان اول خواهش ما ایز ببینیم زمینه زندگی را فراهم کنیم ما یک روزی مثلا اینجا سرازی که چادر بپوش یا نپوش بسیار مشکلات داشتیم خون مردم ریختانده بودیم جهاد میکردیم ولی امروزه ما شرایط تنگ ساختیم که امی دختر افغان میره خارج و اونجا متاسفانه این دختر به جای از اینکه به فکر تعلیم و درس خود باشه نمیگم یک تعداد بزرگوارا هستن ولی اکثریت به جای از اینکه به فکر درس و تعلیم باشن تیک تاکر از اینا جور میشه نه تنها چادر که حتی لباسای خودم بیرون میارن فقط رقص ثبت میکنن ما از این وطنهای خود خواهش میکنم خیر اگر علاقه من در رقص هم هستین فعلا وقت رقص در این وطن نیست وقت فوتبال و کرکت نیست در این وطن وقت کنسرت نیست در این وطن این وطن توته توته و زخمی است اگر ما خود عضوی یک خانواده فکر میکنیم این دیگه ای چی رقم خانواده خود بود که یک عضوش در خون غلطیده باشه و عضو دیگهش اتن انداخته باشه من خود در ذهنم جور نمیه من نمیفهم اگه میگن دیوانه هستم سعیز دیگه خود یعنی در این وضعیت اگه آدم هوشیار بانه سر خود شرم کنه که ما چطور میتونیم هوشیار باریم در قدر ما ازشان خواهش میکنم یک فکر کنن اگر کنسرتی هم میکنن خیرمو پولش بر درس مردم کمک کنن بر ساختن از این وطن کمک کنن این وقت فداکاری است اگر ما این وقت فداکاری نمیکنیم دیگه سر انسانیت خود سر افغان بودن خود سر مسلمان بودن خود شک کنیم
ایرا باید ما درد هر کدام ما بداریم. امیال مزبینندایتان خواهش میکنم برای 5 دقیقه، برای 1 دقیقه، 1 دقیقه تصور کنن اولاد از اینا امروز در کورس کشته شده چه وضعیت می داشته باشند. یک اولاد تب میکنه، پدر مادر نفسش ستاده میشه. پروسه شروع کردیم خواهر گلم، اما متاسفانه اقه کم وطنهای ما باید سهم میگرفت اتو نبود. هرچند خوشبختانه پروسه پیش میره، ما در اونجا هم گفتیم، همیشه در برنامه خود گفتیم، ما یعنی دمی روزا براستی برتان بگویم نمیفهم اینجا، یعنی شما با ما همی یک قصه است، قصه مشهور است که یک کسی پیش دکتر میره که ما ولال روانیم خوب نیست، بازو میگه بیادر خبر نداری یک دلقک در شهر است که مردم میره در نمایشات شانچنان خنده و آلش خوب میشه که هیچ پرسان نکو برو در اون نمایشات. میگه من خودم اونمو آدم هستم که پیشتان آمدیم. یعنی در این وطن شما وقتی از خوشی گپ میزنی، نزدیک زندگی خوب چطور باشه، اینا خودت هم در دلت شور میزنی که چی میگی، ولی ناچار استی اگر میتونی یک امیدی پیدا کنی برای کسی باید تلاش تبو کنی. این مشکلات هست. ما این سیستم ها گفتیم، یعنی در این روزا بحث ما ایست که ما تنها از خداوند میخواییم خدای آمر تا همی پروسه را اگر یعنی مردنی هم هستم تا ختم همی تکمیل همی برنامه سن فعول تا 12 من زنده با نمی هدف اصلیم است. دیگه کدام هدف چی نیست، همی تکمیل شود. و خوشبختان هستن 7 تا 12 را تکمیل کردیم خواهر گلم. الهی شکر. و زنده باشین شما. و یک تعداد زیاد هم وطنهای ما درس گرفته میبرن، روزانه استفاده میکنن. اون وقت در اون اعلان 100 افغانی گفته بود، مالی در 50 افغانی گفتیم امور برشان بندازن. و ایچ در پروسا ما او پول نگرفتم، چون تو یک پولی نشد که ما بگیرم. تنها اون بچه ای که ما اونجا شدندیم برای کمپیوتر کار گفتیم امی تو بر خود ماش تزمی تنظیم کن که از ما تو ماش نخواهی، ما درس ها را ثبت کردیم. او تو متاسفانه آجی سایبای ما اتو نکردن. ما دمی به آخرین تصمیم ما گرفتم که دیگه از کسی گله نمی کنم، چون قبلا نمی چند وقتی امی موضوع کمکار شما اصلا مشوق ما در این راستا بودین که کمک نامش در دانه مفتید ما هم چلا گرفتم دیگه، از آجی هم گله کردم از تجارا. مثلا امسال 13,000 آجی رفتن حج. من نمیگم حج نرین، اگر 100 دلار خود برای می پروسه کمک میکردن، ما یک لک 30,000 دلار میداشتیم. ما خانه خانه افغان میتونستم درس روان کنم، اما نکردن. حال دیگه تصمیم دارم گله نمی کنم، یک واقعیت بیان می کنم، شکایت نیست، یک حکایت میگم. تجارام نخواستن، یک تعداد محدود هم وطنای ما که ما از خداوند برشان اجر بی پایان، من جمله که شما از هر کس که زیاد در این پروسه سهم مالی گرفتین از شان سپاسگزار هستم. و پولشان کل دمی راستای درس مصرف شده و خداوند مرا توفیق بده. هرچند در برنامه چی هم گفتم که امین طبیب بیمروت خلق را بیمار میخواید، از اولادای دکترها که پرسان میکنن کاربار پدر چطور از میه، شکر خوب از مریضا زیاد است، دکترها با مریضی مردم شکر میکشه، ولی ما همی فیس مریضا همی سیستم درسی مرا میچلانه، همی سیستم کتش پیش برده میرم دیگه، برشان سعدمندی میخوایم جور باشن، انشالله جور شن، ولی بیاین ما این خانه بیاین در جوری خدا بیاین که می روان ادامه پیدا کنه. هرچند هر روز روان از این مردم داغدار شده میره، هر روز داغدار شده میره، این فشار روانی روز بر روز چی بگویم. ولی هموطن های مایی تو سهمی که باید میگرفتن نگرفتن. اگر من فکر میکردم به این حدود سهمشان میباشه، من هیچ نمیگفتم که شما سهم بگیرین. من این پروسه را پیش من فکر کردم که اگر بگویم که بیادر درس ما، چون من دیده بودم چند وقت پیش مردم کل در فیسبوک های دو روز الله مکتب کجاست، الله دخترها مکتبش کجاست، من گفتم به این شدت مردم هیجانیست، اگه شما بگوین که بین کمک کنین شاید مال خانه خودم بفروشن پول بیارن، که بگی چقدر پول کار دارید، تشویش پول نکو، فقط سیستم تا بگو ما چی کمک کرده میتونیم. من تو فکر کرده بودم کمک، گفتم اگر این نمیگفتم خب 100 دلار 200 دلار خب من خودم پیش برده میتونم، من کار میتونم دیگه. بنان اون رقمی که باید مردم ما سهم بگیره نمیگیرن، هنوز مردم ما به این نتیجه نرسیده که درس مکتب هم ثواب داره. اگر شما مثلا بگوین که من یک مسجد جور میکنم،
یا یک بوجیارد میتونم شاید یک تعداد فکر میکنه در این ثواب است کمک میکنن، ولی اگر بگوین که مثلا مکتب از درس است هنوز امونایی که مثلا خارج هم رفتن میبینه که باید یک مسلمان هم علم دین خود بفهمه، هم علم ساینس امروز بفهمه، در غیر از او دستش دراز است برای کسی را که او دشمن میدانه، احتیاجش میباشه، محتاجش میباشه و وسایلی که مقابله کنه دیگه نمی داشته باشه. ما امروزه باید دانشمندایی داشته باشیم که وسایل اصلی امروز ساخته بتانن. من روحی جنگ ندارم، هیچ مایی کره زمین خانه مشترک کل انسان ها می دانم، بر هر انسان مخلوق خداست آرامی می خواهیم، ولی چی بد میشه که ما مثلا بی سرنشین داشته باشیم، ما امکاناتی داشته باشیم که حداقل منیس یک قدرت ما رو بشناسن، نه که موجودات ضعیف جهان سیومی مزدور که بعد از هفت خان رستم از دریا غرق میشیم، از کوه میگذریم، از برف میگذریم، وسایل خانه خود میفروشیم، درس خدا اینجا استاد پانتون است اعلام میتیم، کلش میره پیش از او باز مزدور کار میباشه. بله بس میر، این کاری است که باید برش فکر شوه. خوشبختانه یک تعداد زیاد مردم ما استفاده کرد و یکی از هموطنهای ما مثل شما یک بزرگواری کردن، خواهر گلم شما کیرم وطنا به یاد داشته باشن که خودتان شاید با تلفن برنامه ثبت میکنین، ولی بر ما یک کمره آخرین مدل شما زمینه شفر هم ساختین و یک استیدیوی بسیار مقبول جور شد که هر کس هم استیدیو را خوش میکنم و میز و الماری و اینا را خوش میکنم. دیگه من سپاسگزارتان هستم. یک هموطن دیگه ما هم تو که برنامه را گوش میکنه برش مفید واقع شده بود سمینارای ما، از من خواهش کرد که چی کار داری؟ ما بر تلفن روان میکنم و امسال از دیگه پا چیزای شخصی میخواست بر من روان کنم. من گفتم نه، من نه تلفن تانه کار دارم نه چیز شخصی کار دارم، فقط اینه تو یک وسیله درسی اگه بتانین، چون تصمیم دارم صنف اول تا ششه شروع کنم. باز خوشبختانه اونا یک دستگار خریداری کردن، بیچاره یک پول زیاد هم مصرف کرد، شاید 3-4 هزار دلار شان مصرف شد و برعلاوی از او هنوز هم میگه هر وقت چیزی برای وسیله درسی کار داشتی من در خدمت هستم. که ما برشان خداوند جور داشته باشه، یعنی باز یه جسل کنین، اصلا بر ما یک روز در زندگی مطرح نبوده که از کدام قوم هستیم. هنوز مرا خود ما قوم وطنایم نمیفهم از کدام قوم هستم، ولی هم وطن ما این از این برادرهای ازاری ما بود، این همی کار کرده آجی صاحب زایر، این همی کار کرده خانه شان آباد. دو روز برای من گفت در برنامه آجی میگی، ولی من میگه اش تا هنوز نکردیم، چندین بار پول جمع کردم ولی در یک جای در افغانستان مصرفش کردم. دعا کردم که بخیر اجام بیری، خنده کرد گفتد من گناهگار هستم خدا نمیخواه بیم. گفتم نه، هنو اجش به دست آوردی دیگه. یک چند تا از امو تذکرت الاولیا قصه را برشان گفتم که مثلا یک موچی کل عمر کار کرد که اج بره، اج رفته نتانست. دوستایش که پس آمد تبریکی دادن، گفت نرفته بودم. من گفت در صفا دیدیم، در مروه دیمی چه قصه کرد. نه من نرفتیم، من پیسی اج من خانه همسایه بوی غذا آمد، خانه معامله بود، گفت از این غذا بیار، دلش عوض کرد رفت مونا نداد، گفتی گوشت خرز به شما آرام است، من پول اج با او دادم اجم قبول شد. یا با یزید بستامی اج میرفتی یک هفته بعد پس دور خورد، شاگرداش گفت استاد تو هیچ کار نیمه نمیمانی، چرا پس آمدی؟ و خواهد جواب پیاده بود، دور دراز بود نمیشد بود. گفت من اج کردم. گفت چی رقم اج کردی؟ هنوز وقت تا شام تیر نشین. گفت من رفتم یک سیای زنگی، گفت کجا میری؟ گفتم اج. گفت بیادر مرا اولادایم گوش نماندم، پول تبتی اف دفعه دور من دور بخو. معمو کار کردم پس آمدم. گفتم اج تو قبول است که انشالله بخیر بیری هم از نزدیک هم اج بیری دیگه. باز ما یک برنامه بسیار که ما یعنی از اون کارهای قبلی که خوب کرده بسیار خوش شدم شروع کردیم و بخیر وقتی نشر شوه انشالله که یک تحول و تغییر آورده میتونه. درسکای صنف اول تا شش شروع کردم، از امی الف شروع کردیم که درس بخیر هم بر اولادای از این مملکت، هم کسایی که ماجر شدن اون طفلکا را ما فراموش نکردیم. ما باید ریشی از اونا را اینجا نگاه کنیم، این فرهنگ فراموش نکنن، لسان اونا به درس نیاز دارن. بنان به اون طفلکایی که ماجر شدن بر از اونام بخیر میشه و برای هر خانم و مرد و زنی که از سواد دور مانده بودن انشالله مفید واقع میشه. تا بالی چون مصروفیت ما زیاد شده شش برنامه تانستیم ثبت کنم ولی هنوز نشر نکردیم که یک ذره زیاد شوه که باز به ترتیب نشر بتونم و حتما یک نمونه شه بر شما بخیر من میتونم روان کنم از یک طریقی که ببینین، یعنی یک کار بسیار خوبیش آمده. دیگه حالی هم باز از این طریق بر هموطنهای خود اعلان میکنم، کسایی که میخواین بیاین درسا را ببرن، 50 افغانی هم اگر نمیتن بیاین ببرن،
و به خیر ما این شرایط سخته که یک عمری شاگردا برای ما فیز داده بودن وقتی درسشان میدادیم امروز روزی است که ما برشان مصرف کنیم. ما در این اواخر پیش خود فکر میکردم امروز و دیروز که یک موترسیکل اگر بتانم خریداری کنم و یک نفر یک ماش بتانم امی درسا را ببره پشت خانه مردم، حتی ماردر بگیریم کجاست خانه تان کمتر تا مادک و در پشت دروازه اولی تان باشه امی درس ما هم تو رایگان برتان کپی میکنیم. دیگه بخیر تعهد ما همیست اگر حیات باقی من ما صنف اول تا دوازده را در هر خانه افغان درسش انتقال میتونم، هر خانه را یک مکتب میسازیم و اگر بخیر باقی عمر بود باز درسای فاکولته را تا ثبت میکنیم و از استادا خواهش دارم که رفتن خارج رفتن سرمایه ما بودن، سرمایه ملی ما بودن، سرمایه انسانی از هر سرمایه دیگه که در بالاست. خیر همی تلفونکای خود بگیرن در او کشورا شاید نه ترزان تر باشه، درسکای خود ثبت کنن، استادا ذخیره کنن. خیر اگه امروز ندید، امروز هم وطن ما غلط فهمی شده، علاقه به درس ندارن، کرکت و کنسرت و اینا برشان زیاد جلوه داده شده، ولی یک روز متوجه میشن شاید استادا یک روز حیات نباشن ولی علمشان باقی بانه و دنت ذخیره باشه. یک استاد اقتصاد ما، یک جامعه شناس ما، یک سیاستدان ما، کلشان درسکای خود ثبت کنن، دمونت ذخیره کنن، یک روزی به خیر باور داریم که جور میشه. انشالله. باور داریم خدا میربانسته. انشالله. بساز تشکر دکتر سه محترم از توضیحاتتان و متاسف هستم از این که نتونستیم ما و شما برای بساب کمک قابل وصف جذب بکنیم. مگر این که شما گفتین که پشیمان هستین که چرا با مردم مطرح کردین، خداوند بر ما حکم میکنه و تعاونو علی البر و تقوی و لا تعاونو علی الاسم والعدوان. این امر خدا است. شما کمک کنین، یاری برسانین در راه خیر، در راه نیکی و یک دیگه خود کمک بکنین. وقتی ما یک دیگه خود کمک نکنیم، ملائکه از آسمان نمیاد که کمک کنه. والله یک ذره می گفتن از اینکه کمک کنین سخت تمام میشه و او خاطر ما میتونم میشه انشالله میشه خدا میربان است سیستم پیش میره. شما احساس گناه نکنین که ما چرا این کار کردیم، این امر خداوند متعجلو کرده و ما باید بر از اینمی انسان گفته میشیم. حتی حیوانات ببینین که وقتی در یک مشکل دچار میشه خودش به کمیونیتی کتشان کمک میکنه. ما چه قسم انسان هستیم که امروز میبینیم که چراغ علم در افغانستان دولت خاموش شدن است. دخترها خو از ما بارهای بار در صحبت خود گفتیم که وقتی که اینا هدف گرفتن دوره متوسطه و لیسه را، در حقیقت دوره ابتدایی را و دوره بساب تحصیلات عالی را هر دوی شده بساب امرای یک تیر دو نشان زدن، هم دوره ابتدایی را دخترهایشان را ای پیام دادن که بعد از شش تو هیچ هستی و هم دوره بساب تحصیلات عالی را که الان شما دیدین که با انفجار که در او بساب کورس کاج صورت گرفت و 19 هموطن عزیز ما دختر نوجوان ما بساب شهید شد، یا کلگیش در حقیقت هدف گرفتن که یعنی زن برای تحصیلات عالی ساخته نشده، یعنی باید تیر دو نشانی نازدن. اینال در این وقت ما چی کده میتونیم؟ شما بسیار خوب در صحبتهایتان که من پلی کدم و بیننده های عزیز ما دیدن و شنیدن گفتین که با امکانات محدود بیشترین استفاده را بکنیم. ما و شما تلاش این تلاش وقتی آدم کمک از کمک خواستن بساب احساس خجالت میکنه که به شخص خود بخواید. ما ایره نه به خود میخواییم و نه شما به خود میخواییم، ما ایره برای خلق الله میخواییم، ایره ما به مردم افغانستان میخواییم، ایره ما به دخترکای محروم و مظلومی که امروز از حق تعلیم و تحصیل محروم شدن بر از اونا میخواییم. در قطع اون وقت است که ما به جرأت میگیم، ما به جرأت میگیم و شما هم به جرأت بگوییم، به خاطر از این که اینجا نه پروسی سیاست به حساب تجارت است، نه هدف ای است که ما کدام از این بزنس جور کنیم. شما فلش میفروشین از او پیسه جور میکرین یا از پروگرامای دیگه تان بساب میخواین که به این طریق شهرت بگیرین. شما به اندازه کافی الحمدلله شهرت دارین، پیش از اینکه کورسای بساب تعلیمی را جور بکنین شما شهرت داشتین در افغانستان. من حیث دکتر، من حیث استاد پانتون، من حیث یک خادم وطن، من حیث رهنمای کنکور، شما سالهای سال در افغانستان شهرت داشتین، ضرورت به شهرت ندارین. بنان من میگم که ما هیچ وقت احساس من احساس ما به خودم هیچ وقت چیزی نخواستیم، مگر به حساب ایر دین خود میدانم که برای هموطن مظلوم ما و دخترکی که در حالت مایوسی آغزانوی غم در آغوش گرفته و گریه میکنن و امیر ناله میکنن که من به سرنوشت شدم چی کنم،
صنف هفت هستم و او دختره که صنف شش از صنف هفت میره او بیچاره گریه میکنه که حالا مکتب نیست ما چطور کنم. پس او دختر صنف اول تا صنف شش چرا درس بخونه؟ به خاطر از اینکه برای زوم انگیزه منفی داده میشه که یعنی تو یعنی هیچ، تو که زن هستی، تو که دختر هستی. به قول وزیر سرپرست نامنهاد وزارت امر معروف و نهی منکر که فرض خدا را، فرض به حساب عینه به حساب اون نفی میکنه و میگه که این یک مباح است، این تعلیم علم ساینس مباح است و او را برای ذکور. من نمیفهمم این مغزای گندیده تا چی وقتی تو افکار زشت و پوچ و به حساب عصر حجر میخواین پخش بکنن. امی آقایی که امروز در پشت همون لاسپیکر قرار گرفته، آیا ای خودش نمیفهمه که از امکانات ساینس و تکنولوژی هم بیاله؟ تو چرا استفاده میکنی؟ چرا در موتر میشینی؟ برو خر پدرت بیار، در خر خود برو بیار. چرا در چوکی میشینی؟ چرا از تلویزیون استفاده میکنی؟ این چیزا رو فکر نمیکنن. مگر باز میگن که علم فقط علم، علم دین است. علم دین امی است که شما یاد گرفتین. اینمی علم که شما یاد گرفتین جوانای ما رو به طرف بی خدایی و به طرف الهات و به طرف رقص و آواز کش سوق میده. به خاطر اینکه میگه اگر مسلمانی همین است که این طالبا داره، به حساب اگر از پای امروز بود فردای بعد از امروز فردای نمی باشه اگر اینا در قدرت باشن. به هر حال شاید اکثریت چون تو نباشه. مسئله دومی که شما گفتین خداوند شما را عمر دراز طولانی نصیب بکنه، عمر نو. دکتر صاحب نگوین که مرا تا وقت خدا زنده داشته باشه که من این پروگرام پیش ببرم. شما والله خواهر گلم، اول خب من یک چیزی باید بگم. من چون معلم هستم، من آدم سیاسی نیستم و فقط یک چیز میگم که درس ذاتن درس خوب است، درس امر خداست، درس سبب فحشا نمیشه. ایره من میگم اگر ما اخلاق درست دستان تشریح بتانیم از هر نوع انحراف جلوگیری میتونیم، ولی اگر نتونیم کسی که مکتب هم نمیره متاسفانه میتونه وقتی برش آموزش داده نشه ارزش اخلاق او ضعیف میمونه. ولی آدم سیاسی نیستم، کوشش کردیم همین معلم باشم که مربانن درس خود بتم. ولی شما گفتین یعنی تو تصور کنین که هر صبح وقتی سیمینار میریم یا به برنامه درسی خود میریم زیاد وقت میشه که اقلالیت از خانه میخواییم کلمه خود خوانده وضوی خود گرفته استاده میشیم. امی مسیر از ترس جان نیست، فقط یک چیزی یعنی نمیفهم. البته شاید ترس پنهان باشه. مقصدت یک اسرت در دلم است، نیم خدا زنده بانم که پلانای درسی زیاد در ذهنم میگرده. انشاءالله شاید بتونم یک کاری کنم. تو نمیفهم آدم پیش خود بزرگی نشه، ولی خدا مهربان است که یک کاری بتونم. چون من از درسای معلمین استفاده کرده، شاگردای استفاده کرده. یعنی اگر من مثلا بتونم 100 معلم روش درسی را کتش کمک بتانم، شاگردها استفاده بتانن. و باور ما شدیده نمیست که اگر اندیشی مردم ما ساخته نشد دیگه چیز متاسفانه وطن ساخته نمیتانه. و آرزو دارم که کسایی که در رأس امور هستن اونام گفته میشه که ما سر از این گپ میذاریم که مکاتب شروع شوه. مام از شان آجزانه خواهش میکنم درس ها شروع شوه، بر معلمین یاد داده شوه که در پلی درس اخلاق یاد بده، دین یاد بده. در مکاتب ما و شما همیشه خوشبختانه مضامین دینی بوده، تفسیر شریف است، مضمون حدیث شریف است، دنیات است، این دنیات است، اینا بوده. و یک ذره توجه شوه، از اخلاق گپ زده شوه. این که مثلا انحراف بوده یا در مکتب یا در مسیر مکتب، اینا نتیجه درس نیست، نتیجه نبود درس است. که وقت معلم متحد نبوده، معلم آگاه نبوده ایره بفهمانه. بله. دیگه ذات درس خوب است، درس امر خدایی است. و این شعر هر کدام ما باید حفظ کنیم که در مسیر زندگی هرگز نمیفتد بچه ها با چراغ دین و دانش گر به شرم را شود. ما دو چراغ کار داریم، یک چراغ کار نداریم. چراغ دین هم کار داریم، از دانش امروزی را هم کار داریم. مسلمان باید قوی ترین مردم جهان باشه و قوی ترین گپ در جهان وقتی است که ما با علم روزم مجهز باشیم. ما وسایل ساخته بتانیم. ما هم امروز خواهر گل موجودات مصرفی هستیم. ما هم امروز در سیمینار خود گفتم
ما شما تصور کنین که ما را چطور استفاده میکنن با اندیشه خود. خب اینا یک تلفن جور میکنه، بله ما 1 لک افغانی را میخریم، 1 لک در کار حلال پیدا کردن در افغانستان 1 سال عمر میبره خواهر گلم. بعدش اینمی 1 سالی را هنوز نگرفتین، فقط مدل دیگه میکشه چیگه پس والا کمریش کمی گرده او پیشتر چار کنجه بود و باز ما اینمی پول و همونایی را که ما شعار مرگ برشان میگیم پول خدا مستقیم برای زوروان میکنیم. شاید ما خو نمیفهم میگیم نیم پس فروشگاه پیشخانه خریدم، ولی اون فروشگاه بله. پیشخانه از کمپانی وارد میکنه بله. و ما شدیم مزدور مستقیم و غیر مستقیم. بله شما تا سال 1960 اگر قام غلط نگویم دارایی کشورهای 30 کشور که بیشترینش 31%، 32% جهان امریکا داره، 30 کشور 3 برابر باقی کشورهای دنیا سرمایه داشتند. اما امروزه این تفاوت به صدها برابر شده. بله. یعنی شما اتو تصور کنین که کل امکانات جهان 90%ش پیش 30 کشور است و 10% پیش کل کشورهای دیگه. و متاسفانه هر روز هر سال میلیاردها دلار دیگه با قوانینی که اینا وضع میکنن، تکنیکای اقتصادی که میزنن از این کشورها میره. ما لاجورد ما پیش از اینا میره، زمرد ما پیش از اینا میره، طلای ما پیش از اینا میره، یورانیم و اینا خو میگیم ما هیچ چیزی خو نمیفهمیم که تو استفاده میشی باید از اینا باشه، لیتیم ما پیش از اینا باشه، میوه خوش کرده ما به دست خود میچینیم بر از اینا باید روان کنیم، اصل خوب ما را اینا، ما خود ما در اینجا نه انار خوب میخوریم نه اصل میخوریم، کل بر از اونا باید روان کرده بریم. و اینا را که بان اندیشه ها مغزایی که مثلا 40 سال درس میخونه، 40 سال درس خواندن، شما دکتر هستین میفهمین چقدر از پروفیسور میشن و این پروفیسور مجبور میشه گردن پت کنه که مرا در کشور جای بده، اگه در پانتونت بانی خود بیخیم جان میکنم درس میتونم، ولی اگه یک مزدورکاری هم بیتی من پیزا آزار هستم انتقال بتم، ولی من در اینجا جای بیتی. و این جفاست که شما ببینین دیگه که قوی کار معدن هر چیزت باید بر از اونا بره. اگر باور به این داریم که ما اولاد از این وطن هستیم و این وطن مادر ماست، بیاین علم یاد بگیریم، هم علم دین هم علم دنیا، این ارزش یاد بگیریم و این بر هر افغان ما امروز لازم است، مثل نماز فرض است که بر از این راستا تلاش کنیم، زحمت بکشیم. و بر خواهرکای عزیزم میگم بیان رایگان ما این درس ها را برشان میتیم، که اگر تش قلم و کاغذی نداشته باشم ما مثل برادر در خدمتشان هستیم، تلاش خود را میکنیم، خدا میربان است، خدا میربان است دقیقا. و همو آخرین حد زحمت این مردم دید، انشالله روزای خوب بیایه بخیر. بشک خدا هم میگه فعن مل عصر یسرا، بعد از هر شب تاریکی، بعد از هر تاریکی یک روشنی است، بعد از هر شب یک روز است، انشالله که اون روز روشن ملت افغانستان بیایه و شما به آرمانهای خود برسین، آرمانهای و تمام صلحا جوانهای دیگه که مثل شما با شجاعت دلیری و حکمت و شهامت در مو شرایط دشوار در داخل افغانستان هستند و کار میکنن، روشنگری میکنن، صدای عدالت خواهی رو بلند میکنن و برای تنویر اذهان عامه جان و بساب خون خود در کف دست خود گرفتن. امیال شما گفتین موی به جان من راست شد که شما در کشور خود، در سرزمین خود شما احساس امنیت نمیکنین و از صبح از خانه که میبراین شما قرآن ماچ میکنین و پدر مادر و اولادا رو ماچ میکنین که آیا ما زنده بیاییم یا نبیاییم. شما در میدان جنگ هستین، شما در سنگر افتادین، او خدای عظیم و قوی نگهدار شما جوانا باشه، شما نخبه های جامعه باشه، شما اصلا جهاد اصلی رو شما میکنین که برای تنویر علم و از خان جامعه خدمت میکنین، نسل فردا را از گندیدگی ذهن نجات میدین. علم دین و علم دنیا هر دویش هر فرض است، هر دویش متمم یک دیگه است. امروز که ما به هر چیز محتاج هستیم، ای دلیلش چی است؟ امروز به حساب که میگه
قرآن عظیم شان میگه فاعتدوا بمثل ما اعتدا علیکم، با او سلاحی در مقابل دشمن شما مبارزه کنین، استفاده کنین، او سلاحی را که او در مقابل شما استفاده میکنه. امروز دشمنای اسلام در مقابل ما از چی استفاده میکنه؟ از سلاح علم و دانش استفاده میکنه، از تکنیک خود استفاده میکنه، عسكر خود میکشه توسط تیارهای بی پیلوت خود ما رو نقشه میکنه، کشور ما رو شب و روز کنترل میکنه. و چی خوش هستی تو استقلال گرفتی؟ استقلال چی گرفتین شما؟ کدام استقلال شما گرفتین؟ شما استقلال اقتصادی نداشته باشین، استقلال اقلیمی نداشته باشین، استقلال فرهنگی نداشته باشین، استقلال نظامی نداشته باشین، شما استقلال سیاسی در کجا میتونین داشته باشین؟ دل خدا خوش میکنن، خداوند شما را حفظ کنه که صلاح علم میخواین که برای جامعه خود، برای ملت خود به دستشان بدین، با عقل و منطق استدلال بکنن، نه با جای کشتن و بستن و ویران کردن. و این خدمت بسیار بزرگ است. خداوند شما را و امثال شما جوانایی را که امیال در افغانستان به می شرایط دشوار کار میکنن، خدا همه شما را حفظ بکنم. خواهتان خدا دیر نسازد. در آرزوهای بسیار بلندی که دارین، ما بار بار از زبانتون شنیدیم، در کلپایتون شنیدیم، مکتب تیز هوشا را میخواین بسازین. خدا در او آرزوهای بلند شما را کامیاب بسازه. انشالله شما وزیر تعلیم تربیه افغانستان باشین. شمایی که بساب از الفبا شروع کردین با تا بساب کانکور و حتی دوره پوهنتون به حساب آمادگی را چی یک پیشنهاد جالب داشتین. واقعا ما این پیشنهادتون بسیار خوشم آمد. استادای عزیز ما که بنابر هر دلیلی وطن ترک کردن، پیشنهاد بسیار معقول است. لطف کنین درسایی را که شما میدیدین کریکولوم پیشتان است، امور را ثبت کنین، برای تاریخ بگذارین، روان کنین برای مشاگردهایی که میشناسین به شاگردهای دیگه. ما باید از امکانات محدود استفاده کنیم. چی کدام میتونیم؟ با اشک و آه و ناله خو نمیشه. از این که بشینیم گریه کنیم نمیشه. بیاین که یک کار بکنیم. بیاین هموطنای عزیز، بازم این صداها را نه به خاطر من، نه به خاطر دکتر سید جمشید، بلکه به خاطر اولاد وطن که امروز به خاطر آموزش علم شربت شهادت نوش میکنن، بیاین کمک کنیم این پروسه را. بیاین که چشمای ناامید امید ببخشیم. بیاین فلش درایو به خانه‌های مردم برسونیم. بیاین اگر او کسایی که نمیخواین بنابر هر دلیلی امر امیر خدا بالاتر از فرض بساب تعلیم میدانن، بیاین بجای از او که واره ده هدف شومشان کامیاب بسازیم، بیاین که ما شما دست همت به هم دیگه بتیم و این پروسه را ناکام نگذاریم. مردم ما را خدمتگارای جامعه افغانستان را تنها نگذاریم. هموطنای عزیز، تقاضای دکتر صاحب و تقاضای ما فقط همکاری شما است. نخواهیم که این دست ها بساب پایان شود و این چشم ها ناامید شود. ما دکتر صاحب در آخرین دقایق برنامه هستم، بسیار تشکر میکنم از وقتتان. امیال نا وقت شوتان است، میفهم که شما وقت دادین بر من. با این دل اندوهگینتان، با این خاطر افسردهتان بازم حاضر شدین در برنامه. بیاین مایک در خدمت تون است، بفرمین. شما زنده باشین خواهر گلم. ما تسلیتام نمیگم در فیسبوک خود، گریام نمیکنم. ما میخوایم کار کنم، اهل عمل باشیم به جای اهل جدل. ما از هموطنای خود خواهش میکنم، ما یک چیزی برای شما بگویم، جنگ رای حل نیست. یک کاری کنیم، بیاین قول برادری بندازیم، جور کنیم وطن. گفته شده که وزیرها را وظیفه دادن که یک طرحی جور کنن که مکاتب شروع شوه. آرزو دارم شوه، حتی نشده ما همی گپه گفته بریم که میکنن، بخیر شروع میکنن. و همچنان برای هموطنای بگویم در پالی درسای دری عالی بخیر پروگرام داریم که همی درس‌ها را به پشتو هم ثبت کنیم که مناطق دوردست ما که امکانات درسی ندارن، اونام بتانن از درس‌های خود استفاده کنن. دیگه تلاش میکنیم، میشه بخیر، خدا مهربان است، ناامید نیستیم. ناامیدی برای یک مسلمان یک نوع شرک است. واقعا از خدا دعا کنیم، از هموطنای میخوایم دعا کرده برند که خدایا وطن آباد بساز و تلاش کنیم. دیگه سعی کنین کمک نکنن خیره به برنامه، ولی یک کار کنن. ما فقط در سعی خواهر گلم، یعنی ما، یعنی برداشت ما ایست، مردم ما زیادش اهل عمل نیستن، اهل جدل هستن، جنگ هستن. علا گفت فرض است، علا مباز چی کار داری؟ خیره
هر چی که از تو بگی، تو درس خوان هستی هموطنم، بگی تو دست افتابالی دیدین خواهر گلم کدامشان نشته کرده باشه، به خدا به خاطر خود نمیگم، والله بالله به خاطر خود نمیگم که مردم این قسم خوردم باور کنن، من هیچ یک ذره ما به خاطر خودی موضوع کار ندارم، ولی چند نفر تا بال در فیسبوک خود نشته کرد که بیادرا یک کسی به نام جمشید درس اید نام منه، یک درس آماده شده بگیرین استفاده کنین، علاجل عمله میکنین، مکتب کجا دو روز از یاد ما میره، حالا فرض سلام و باس از یاد ما میره، نه بیادرا چی کس چی کار داری توی خوب باورت به ایست که فرض است بگی درس آماده شده، ریاضی حساب تا انتگرال آماده شده، کیمیا مکمل شده، فیزیک درس های ما بد نیست خواهر گلم، یک مرور کو اگر از صفر تا صد نمره بتیم از 50 بالاست درس های بنان بگیرن استفاده کنن، جنگ و گریه و تسلیت و اینا رای حل ما نیست، عمل کنیم تلاش کنیم، چند نفر پیش ما نامده هنوز که بیادر بگیم در سایت مدمی کوچه خود منم، من وکیل کوچه هستم میبرم در خانه خانه میتونم کار کنیم، گریه ضعیفترین حالتی است که ما و شما میتونیم بکنیم، باید به جای گریه کردن یک کاری شود، یک زحمتی کشیده شود، کل هموطنای ما دوست دارم از گپای ما خفه نشن، امیر دم پای همو سعیز بگه نمی دیوانه است، همو دیوانه هرچی میگه، ولی اگه کدام چیزی همی دیوانه درست بود امور کوشش کنن یک شوه، یعنی یکی از پیشنهادهای ما همیز به جای جنگ در فیسبوک دعوا کردن که علی تو شد علی بد است، نه بیاین عمل انجام بدیم، بله درس هرچی است که باور داری خوب است هموطنم، درس خیر بگی شروع کن، بگی شروع کن، مرا کمک نکن، ده تا معلم دیگر نمیتونن همی افغانا کمک کنن که اونا درس بده، یک رقمی کنن به جای دعوا، امی که علم نشر شد خود به خود مردم به فرضیتش باور پیدا میکنه، به دعوا نمیشه، به دعوا نمیشه، ولی یکی شما از من تشکر کرد نه خواهر گلم، شما که فضا را فراهم میسازین، برنامه تانه در اختیار ما میمونین، زحمت میکشین، خداوند اجر بتیتانه، یک قهرمان هستین، شما همیشه تلاش کردین با وجودی که دور از وطن هستین، ولی او انگیزی که مشتاقانه، من چرا از افغانستان نرفتم، گفتم شاید بیرون برم، این انگیزی که اینجا از دیگه شاید میگفتم همین کم رنگ نشه پیشم، گفتم این جبانم دمی درد خوب اسم میشه ای باشه، ولی شما او درد دمونجا دارین، آرزو دارم این درد کل هموطنای ما داشته باشن، همین روزگارش است، این درد مشترک است، همراه شویم، این درد تنها جدا جدا درمان نمی شود، یک جایی که شویم خوبتر میتونیم اینو درمان کنیم. واقعا جزاک الله دکتر صاحب محترم، دقایق آخر پروگرام است، از صحبت های نیک شما، از صحبت های آموزنده شما، واقعا ما اگر با هم متحد باشیم هر کوهی باشه او را کاه می سازیم، و اگر متفرق باشیم کاهی را ما کوه می سازیم، واقعا به می صحبت های شما مجلس خود ختم می کنیم، باز دعا می کنیم که خدایا نصرت بده او کسایی را که ناصرین دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم هستند و واقعا برای امت اسلام خدمت میکنن، و بگردان ما را جمله اوان و همکاران ایشان، الهی عجل فرما به ظهور مهدی علیه السلام و ما را بگردان جمله همکاران از او، و خوار و ذلیل و بگردان او کسایی که خوار و ذلیل میگردانن امت اسلام، و نگردان ما را از او جمله، و بلکه ما را بگردان وسیله هدایت و راهنمایی ایشان، خداوند الهی همچنان که در وقتی طوفان قهر نوح علیه السلام بسبب غضب تو بشر و بشریت تباه و برباد گردید، الهی بزد از او طوفان رحمت خود هر چیز زودتر نازل بفرما، و مخصوصا ملت مظلوم و بیچاره ما را از این طوفان رحمت خود مستفید بگردان، اول اتحاد اتفاق با ما نصیب بکن که در کار خیر یکی دیگه خدا کمک بکنیم، الهی خداوند او کسایی را که در ذلت ملت افغانستان شاد میشن خداوند شاد نسازی، بلکه برباد دلشاد کن دوستان را و برباد ساز دشمنان را، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة فی معرفتک و فی وشوی وحدتک و فی الاخرت حسنة فی لقایک و رضایک و قنا عذاب النار. بیننده های عزیز تا برنامه آینده همه شما بزرگوارا را به الله مهربان امانت سلامت میسپارم، از حضور شما جناب دکتر صاحب جمشید باز هم سپاسگزار هستم، تشکر میکنم از وقتی که به ما دادین و به برنامه دادین، شب شما خوش، خدا نگهدارتان باد، خداحافظ، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.